از کافر می پرانید که چیزی که جرت میکنه. این انصاف است، این عدالت است. من که گاهی وقتا میگم واقعا تعجب میکنم، واقعا تعجب میکنم. گاهی وقتا میگم بعضی مسلمان های امروزی من میگم چی شده اینا را؟ حالت نرمال کاملا از دست دادن، واقعا حالت نرمال از دست دادن. اینه مبالغه نمیکنم، حالت نرمال روانی خود از دست دادن و در بالاترین حد عقده قرار گرفت. بعضی یک نفر میگه که شاید بگه که خب حال وضعیت مسلمان ها بسیار سخت شده و فلان شده. شما بگین ده اینمی حالت هم وضعیت ما از حالت پیغمبر و صحابه که واقعا سخت‌تر است؟ قطعا نی، بلکه ده 5% سختی صحابه ما شما هنوز قرار نگرفتید. اما از پیش از اونها عدالت نقص شده؟ ده یک مورد نقص شده؟ دین ایره میگن با توجه شده؟ دین ایره میگن. باز وقتی بگی میگه مردم ده چی گپ هستو ده چی کدام گپ ها، مصروف هستی. دقیق ترین وقتی که باید ای گپ ها گفته شده همیان هست. چرا؟ اگه امی حالت نباشه و ما بیم ای گپ ها گفته بریم همقانه نیست؟ هست یا نه؟ یکی از شرایط اساسی دعوت همیست که تو با آنچه که مردم فعلا نیاز داره توضیح بیتی. متوجه شدی؟ مثلا یک عالم بسیار خوب توضیح میداد، میگه اگر مخاطبین تو کلش مردم های فقیر باشن، تو بیایی شروع کنی که فواید انفاق فی سبیل الله، که آیت قرآن کریم اتو گفته، که حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله اتو گفته، که ثواب شیخ، کل مخاطبین تو کی باشن؟ فقیر بشن. خدا از اینکه اینجا قصاب در بهش کار کردن میدونم. متوجه شدی؟ یا شما بیاین برای آدم های بسیار پیسدار چی بکنین؟ توضیح بتین که اگر کسی فقیر بود اینه قصاب داره که شما صبر بکنین. میخواد این دیانه چی چی اما ترس یا نیست؟ جامعه را ببینیم کدام بخشی از شریعت الهی قبل از دیگر توسط ماهایی که مدعی اسلامی نقض میشه امیر باید توضیح بتین. متوجه شدین؟ همین شناخت اولویت ها در دعوت همیست. و کسی که گیره استاد نگه تو فقط همیشه پشت ما را گرفتیم، پشت شما را باید شما اصلا نشید ما پشت ایران میکنه. دقت کردین گپا مرا؟ اگر امی گپا که فعلا در بدترین حالتش نقض میشه ایره نگیم، درست؟ وقتی که کل لگی جامعه اسلامی آمد مردم عدالت کل چیز داشت، باز من امی گپا را ترزیم بیتم او وقت منو دارم. یک نفری مثلا در میدان حج بیاید درس چی رو بده؟ مثلا بیاید درس روزه رو بده. مردم این چی؟ در وقت روزه باز اینجا که مردم روزه گرفته برای درس چی رو بده؟ نه ده اونجا باید درس حج بدی، اینجا برای روزه دارا درس چی رو بدی؟ درس روزه رو بدی. نیاز اساسی اونایی که دای اسلامشان از کلایی که دازده بالا از 180 بالا هست عنیس، اینا از هر کسی دیگه که بیشتر به اصلاح نیاز منده، اینا از هر کسی دیگه که بیشتر بد نگاه بر اصلاح نگاه خود به شریعت نیازمندترن. حالا اگر مثلا من بهم میگم که آخ آریانا سعید بسیار بد است، کدوم شما کدام مخالفه؟ بد است، بله بد است. خط کردیم؟ حالا ما او خطای را باید بگم که در وجود خودتون است. نفهمین گفت مرا چی میگم؟ و اگر من نگم نه مربیستم نه دعوتگر. فهمیدین گفت مرا؟ من بهم میشه توضیح بدم همین آریانا سعید بسیار بد است، جامعه را بیخی خراب کرده، ستاره افغان خوبی خوب، بله کلا گیرم بله راست میگم استاد. هم کم حل هست دیگه. ما در تربیت افرادیم و با اینی فردی که در پیشورین ششته و خطا داره ایره باید توضیح بدم. من ایره میخوایم تربیت کنم و این مراحل اگه سپری کنه. بله اگر یک کسی برای او جوانی که ششته پیش خواننده ایره خمیر عقص کده میره، برای از او اگر من بهم توضیح بدم و گفت که بله کن بعد از خیلی خوبست، اما برای تو چی؟ من مخاطب اولیم شما هستم. بسیاری وقتا برادر از دور مانم اگه فلانی مورد یک درس بگی برادر تاجکستان از دیگه جاهای بیخی دور دونه، من نفهم شما در کجای چی نیاز داریم. خب من مخاطب این اولیه خودم میبینم که چی نیاز داره، اینا را من به نظر میگه. البته دور خاطب شما نیستم بگی استاد کل بدیا در حالت باز اونایی که گپ ما میشنون، خب دقت کردیم اونایی که گپ ما میشنون اینا هم.
دقت میفهم منظور من نگن که استاد کل بدیار بابا منظور میفهم منظور شما نیستن ان شاء الله که همه شما از ما بهترین اما در امی تیف فکری ماها امی خطاها هست یا نیست و باید گفته شوه یا نشه و آیا اولویت هست یا نیست و ضرورت به اصلاح داره یا نداره. اما یک ده کسانی بسیار عامیانه و طفلانه میسنجن، توقع داره مثلا من به همینجا میفهم که جمع چی فکر داره، چی چیزای خوش از یا میان. من بیام اون گپاره بزنم، آه چی درسی داد استاد، فلانی کافر مرتد ماشده که بدین تاغوت، آه چی درس استاد داد بخواد. همین کنه گپایی که من بخواد، این تربیت نیست، این هم از دیگر ها کده خوب یادم فهمیدین، خوب بلد و در جایش خوبم فهمیدین، خوب بلدیم و در جاش خوب هم میگیم و انشاءالله الله با ما توفیق قضیره بتا. اما تو میگیم که هیچ کس گفته نتانه، اما مخاطبین خودمو میسنجیم، وضعیت افرادم میسنجیم، شرایط جامعه را میسنجیم. دقت کردیم تا اوجه ای که یک کسی بیاید جهاد نفیه بکنه، قسم به الله تا اوجه ای که ما بسیار واضح گفتیم کمتر مردم بتانه گفتیم آل هم گفت. در او جایی که کسی با نظام الهی مخالفت بکنه، قسم به الله اما تر مردانه گپ بزنیم ولو امونجا جا در جا کشته شده. دقت کردین در او جایی که بحث ولا و برا بیا اما تر صریح بیان میکنیم. من یک دفعه خطبه داشتم، گپ بعد امون جایی آمد که بیخی حساس بود، در امون صحنه دیدیم که چند نفر از این مردم داخل شدن، شیطان رو واسه نکنه، شیطان واسه کمی در کمی دور افتاده بگو، اما تو واضح گفتم. دقت کردین تا او جایی که بحث ایمان به الله و کفر به طاغوت بیا خوب مردانه میگه، بحث توحید حاکمیت بیا خوب مردانه میگه، از جهاد هم که بحث باشه خوب مردانه میگه، از ولا و برا. اما اون جایی که یک کسی باز به این نام و به این اصطلاحات همه چیز نقض میکنه، خوب مردانه با او مخالفت، هر بدی هم که میکنن بکنن، هر تهمتی هم که میزنن بزنن، هر فتوایی هم که میزنن بزنن. به خاطر دین الله گپ میزنیم، نه به خاطر راضی ساختن فلانی جوان. او به اول استاد می تو توقع داره میگن تو بزنی، تو غلط کردی که دین توقع. ما اگه به خاطر تو گپ بزنم خیلی خوش میتونم تو اعتراضی بکنم که، اما خدا کنه امی لحظه از من ناراض شه. تو کیسی که من به خاطر رضایت تو گپ بزنم؟ تو بشه خود چت کلام بیای. ما رضایت الله کافیه، ما تو مطابق شریعت گپ میزنیم، مطابق نیاز گپ میزنیم. متوجه شدن خیلی جوان همی دقیقه بسن نه حالا یه صده چی شده؟ ماره این چیز نشده، شما مریضه که توقع داری هر غلطی کردی من بهم تایید بکنم. بله آه. چرا؟ چون بترسم. خیلی ها ترس سرچپه گرفتن. خب حالا خوب گفتنش خوب نیست، خیلی از استادا را گفتم ما استادا اینی گپ ضرورت است بیاین بردش گپ بزنین. استاد گفت برای جنجال جور میشه. نه گفتم نگو. میفهمین؟ این نگفتن گپ در اون جایی که ضرورت به گفتن داره ترس است. میفهمین؟ این شجاعت است برای کسی که بفهمه شجاعت یعنی چی. او کسی که در این جا میایه فقط او گپای را میگه که اینم اینا برش بگن بله 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 بله. او و خطاهای او مخاطبین اولیه خود گفتن نتانه بله با ما مشکل جور میشه، اینی ترس است. و گفتن خطا در جایی که باید گفته شوه ولو مشکل داشته باشه، این شجاعت و مردانگی است. میفهمین؟ خیلی ها مطابق نگاه خود قضیه را میتوزه میتونه، شجاعت و غیرت و مردانگی را مطابق گمان خود میاید تفسیر و تحمیل میکنه. نه دین سعی باید بفهمین. خیلی از صدای بسیار نزدیک آمد اینی جنجال برای جور میکنه و ممکن جورم بکنه، امیال جور بکنه. ما به تقدیر الله ایمان داریم، لا یصیبنا الا ما کتب الله، قسم به الله اگه کمی هم چرتو خراب شد ده هیچ موردش شروع نه استاد تو مرگ ده میرون میبینه، قسم به الله چند نفر مرده میرون دیگه اگه نفسش ساچ چی بس استاد دیگه پار میزین دینجه میگنی. گفتم بله میگه پار میزین دمیشه میگردم. توجه شدن و باز خلاف اینه چی میگه شجاعت مردان دیگه چی که پار نزن فلانی ها تو میبینی که چی حالت داره. گفتم داشته باشه و من این مکلفیت خود میبینم که اول بعد دمی مورد کرد بزن ترازه خواهر ها میبینی شما کلا با غیرت
خو ایش اعتراض نیست. یک خواهر از ماشاءالله یاد خواهد مالا میکرم میگه این نظام اسلامی با حرف زدن میاد. نه با حرف زدن، من کی گفتیم با حرف زدن میاد.